و 11 آگوست روز سیاه، سقوط ارزش ها در بانکویت هال ویکتورین گاردن در ایجکس در یک گفتمان ملی تقویه شد. با یک برنامه کاملا متفاوت بینندگان گرامی، با شرکت آقای حسن سروش سفیر کبیر افغانستان در کانادا، اکثریت مراکز مذهبی، فرهنگی و اجتماعی تورنتو، شخصیت های مستقل، جمع کثیر از هموطنان عزیز تورنتو و مهمانان گرانقدر که از خود کانادا، از شهرهای دور و نزدیک آمده بودن، از امریکا و جرمنی دور هم جمع شدیم. روز سیاه 15 آگوست زیر نام سقوط ارزش ها تبیه کردیم و در این زمان با شعار گفتمان ملی راه بیرون رفت از مشکلات کنونی و در این زمان همدیگر پذیری را تا ساعت 10 شب صحبت کردیم و محفل دوام یافت. البته در این محفل همگی پیش ما محترم بودن، ولی مهمان ویژه هم داشتیم در برنامه که محترم دکتر سپ فرید یونس بود که از لس آنجلس آمده بودن، کالیفرنیا آمده بودن، ببخشید، و صرف بخاطر اشتراک همین محفل دیشب آمدن و پس امروز صبح وقت دوباره رفتن. و اما برنامه‌دگی از کمیسیون از حضورشان تشکر میکنم. و جالب است که جناب دکتر سپ دیشب در محفل زیاد استقبال شدن و حتی در وقت عکس گرفتن بالاخره این قد عکس که ما در این محفل گرفتیم شاید در این جایی نگرفته باشم. خب شخصیت هموطنان ما قدر شناس هستند و شخصیت های علمی و ادبی خود قدر میکنند. دکتر سمیرس یکی از این جمله شخصیت های قابل احترام است. صحبت بسیار جامعی هم کرده. گزارش مکمل این برنامه متفاوت و تاریخی را بیننده گرامی سه شنبه ساعت 9 شب از طریق تلویزیون جهانی امید 24 تماشا خواهد کردید. و در این زمان لحظه من فیسبوک ها را تماشا میکردم، دیدم که بانو مرزی وزیر محمدی که از شهر املتون آمده بودن و از هموطنان تازه وارد و از دختران شجاع و محترز هستن، در صفحه فیسبوک خود از محفل دیشب با کلمات زیبایی یاد کردن، نشته کردن که 15 آگوست روز سقوط ارزش ها، 15 آگوست برنامه ای داشتیم که با بررسی وضعیت افغانستان اختصاص داشت. این نشست با حضور سفیر افغانستان در کانادا، اعضای پارلمان کانادا، اندیشمندان برجسته، منتقدان، اعضای جامعه مدنی، هنرمندان، خبرنگاران و محترزین با سیاست های طالبان برگزار شد. در این گردهمایی علاوه بر تحلیل دلایل سقوط افغانستان، توجه ویژه به راهکارهای ممکن برای بهبود شرایط موجود و پیشبرد آینده بهتر برای مردم کشور ما شد. این برنامه فرصت بود تا در کنار دیگران به تفکر و تبادل نظر بپردازیم و از تجارب و دیدگاه های متنوع بهره مند شویم. البته بیننده گرامی، یکی از مسائلی بسیار مهمی که در این برنامه در نظر گرفته شد و تطبیق هم شد این بود که ما اعلان کرده بودیم قبلا که به جای انتقاد بیاین پیشنهاد کنیم، به جای تعرض، به جای توهین، به جای تأخیر بیاین که احترام کنیم. خب ما نمیتونیم گناهکارهای واقعی ملت قهرمان خود ببخشیم، ولی نمیتونیم که با تمام هموطنان خود ما ببریم. این ما هم نمیتونیم بگیم که تمام کسانی که در ساختار رژیم قبلی بودن همه خائن و وابسته و حجیر و نوکر هستن. اگر چنین هست، پس رای همگان جداست و این ملت از بین رفته و دیگه آرزوی کشوری به نام افغانستان نداشته باشیم. بالاخره هر کشوری، مثلا کشورهای جهان سوم، مشکلات خود داره، جنجال های خود داره، وابستگی های خود داره. مثلا کشور ما که از وقتی که ما میبینیم، اگر در گذشته نمیفهمیدیم، حالی که مطالعه میکنیم سج میگیم هیچ وقت یک کشور مستقل نبوده، همیش وابستگی های اقتصادی، سیاسی و کشورها داشتیم. و وقتی که وابستگی سیاسی داشتی، اقتصادی داشتی، مشخص است که استقلال هم نداری
و اونم کشورها هر آنچه که میخوان تطبیق میکنن. در 20 سال جمهوریت هم همین چنین شد. ولی حال ما فکر میکنم که همگی به این نظیر رسیدن که اگر ما بتونیم از طریق فشارهای سیاسی در یک گفتمان ملی مشکل وطن بررسی کنیم، برجسته ساختن راه های حل معقول و خاطر رسیدن به یک فردای درخشان، معنی بیعت به طالب نمیده. شعار ما ایست که تعامل با طالب یک خیانت است، یک جفاست به خون میلیون ها انسان سرزمین ما. ولی فشارهای سیاسی به معنی خاص خود داره. ما شما میفهمیم که امروز طالب در اثر یک توطئه خائنانه و پلانهای شوم غربی ها مخصوصا امریکا و انگلیس برگرده ملت ما نصب شد. شما هم فعلا حساب کنین بیندای گرامی، این مسئله رو شما شاید بسیار جدی نگیرین ولی بسیار مسئله جدی هست. شما حساب بکنین در انگلستان، در کانادا و در امریکا همین فعلا شاید حداقل بیشتر از 1 میلیون هموطن ما زندگی کنه و از 1 میلیون شاید 500 یا 600 هزار از اینا سیتیزن باشن و کسایی باشن که حق رأی دارن در انتخابات ریاست جمهوری و یا حکومت های فدرال. اینا شما یک قدرت هستین در این کشورها. اگر ما میگیم که از طریق فشارهای سیاسی، خب مشخص است که ما میتونیم که اینجا اول هم دیگر پذیر شویم، اول یک دیگر خودت درک کنیم، معنی یا مشخص از منافع ملی کشور خود داشته باشیم، یک محور برای جمع شدن خود تشکیل بدیم، یک آدرس مشخص. بعد از شما باور کنید اگر ما برای سی کشور فشارهای سیاسی را زیاد کنیم که برادر بس از دیگه ما طالب و حکومت ترور و وحشت و خون ریزی و قتل و قتال نمیخواییم، اینا بالاخره مجبور میشن بدون گرامی که بخواست ما شما جواب بگه. اما اگر من برم از آدرس خود یک لابیگری کنم، حتی آمیان طالب برن دیگه لابیگری کنن، خب این مردم خسته میشن. با چی یک ملت سرگردانی پارچه پارچی تکه تکه موجی هستیم و عرف کدامشون توجه کنیم؟ مگر عرف یک مسئول ملل متحد یاد دانب در دوهای سیون که گفت برادر آلگیرمی طالب است یک اپوزیسیون قوی چی از جامعه مدنی چی از جامعه سیاسی ما نداریم که با بشینیم که در اونا صحبت کنیم اعتماد کنیم. پس امیدوار هستم بیدگرامی که آیسته آیسته این راه تفاهم در پیش بگیرین. با خدا راه دشمنی، راه خصومت، راه بدبختی و عدکینه و عداوت به جایی نمیرسه، ما رو بدبختر میسازه. این جوانای ما که خود جوش هستند و غرق در مرز تعصب است، چی از پشتون است، چی از تاجک است، چی از ازبک است، چی از آذر، اینا کسایی هستند که بقای وطن نمیخواهند. اینا کسایی هستند که فقط خوشی خود در پارچه بودن و ملت میخواهند. ولی وقتی که ما به افغانستان بزرگ میاندیشیم، ما به یک کشور واحد میاندیشیم، ما به باشنده های این سرزمین میاندیشیم، راه دیگه جز همدیگر پذیری نداریم، راه دیگه جز همدلی نداریم. این درس تاریخ است. امیدوار هستم که بعضی ها که برداشت نادرست کردند و یا که ایراد میگیرند، اول درک کنند که گفتمان ملی چرا هست، چرا ما به طرف یک گفتمان ملی میریم. اول درک کنند که نیازهای واقعی جامعه چی است. اول درک کنند که امروز یه ابرقدرت هاست که تصمیم میگیرن که در کشور من و تو چی نوع سیستمی باشه، نه من و توی که هیچ خود حتی قبول نداریم. گپ من و تو وقتی که من و تو تنها هستیم چی ارزش داره؟ یعنی تا یک درک عمیق باید ما اوضای افغانستان پیدا کنیم، واقعا درک کنیم، درد ملت خود را درک کنیم. بعد از اون باز ما بیاییم بشینیم در رابطه به این که در چی میخواییم و تجزیه میخواییم و این وان میخواییم او را درک کنیم. چیزایی که در بیرون اینا مینویسن بیندای گرامی، باور که نزدید ما خدا کنه همگیش خوشه، برابر یک شبش ارزش نداره. چی از هر قومی که باشه متعصب است و دشمن واقعی مردم افغانستان است. اونو آسایش خودت در جدایی و بدبختی ملت ببینن.
پس بیاین با این مردم ببرین و ملتتان بندشین، ملتی که امروز سخت‌ترین، سیاه‌ترین و بدبخت‌ترین روزهای زندگی خود تجربه میکنه، ولی چهار تکه‌دار قومی آمدن به نام قوم مردم پارچه پارچه میکنن، تاریخ‌های جعلی را به اصطلاح میکشند و در تاریخ این را از او جدا میکنن، رو از او جدا میکنن، رو در مقابل هم دیگر قرار میدن. ولی باور کنین، قسم میخورم، اونایی که امروز در صف بالای قرار دارن مسائل قومی را مطرح میکنن، اکثریت از اینا شب یک جای هستند و ریش ملت میخندن و میگن که این تو یک ملت بی سواد گیر ماندیم که هر کدام ما شما اینا رو به راهی میکشانیم. راه سعادت، راه آرامش، راه نجات ما از مصیبت و بدبختی فقط تفاهم ملیست و همدیگر پذیریست و بس. و اعلان برنامه که توجه شما رو جلب میکنم، بینگیریم باز برمیگردیم و خبرهای از کشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بزیادترین تلاش ما سرزی شد که ما یک جلسی داشته باشیم تا از این جلسه بالاخره ما یک پیامی داده باشیم. البته در سه سال گذشته تلاش های دادخواهی هموطنان ما در خارج از کشور، مخصوصا در کانادا، بسیار متبارز بوده و در بسیار از اسناد مهم بین‌المللی از جمله اسناد ملل متحد بازتاب یافته. هر لحظه زیر نظارت استخبارات طالب است. یک کسی با چنین محدودیتی چطور میتونه که ادامه زندگی بده؟ ولی ما اگر هم سنگرهای ما با پاکستان و ایران میرن، در اونجا باز قوی تر میتونن که صدا بلند بکنن. خانم و مردم افغانستان، از هر قوم و از هر گروهی کس باید آگاهی بدیم که مشترکاً از خونریزی بعدی جلوگیری کنیم. از تمام دموکرات‌های جهان بعد فینالم که بسیار در یک وضعیت بحرانی قرار داریم، افراطی ترین گروه هستیم. سرنوشت کشور ما به دست افراطی ترین گروه افتاده، مثل که در گذشته ها به دست همه افراطی ها افتاده. My respect to Nasir as he's worked together to bring the Afghan community together here in Canada to really affect change and to continue to empower the community to do so much that sometimes it's hard to do from here, but to be able to get together and have those conversations is so important. و ما من ایسی یک ملت اول باید وجه مشترک خود پیدا کنیم که وجه مشترک ما چی هست؟ قوم است؟ نیست. مذهب است؟ نیست. کابل اگر دریای خون می شد همرنگ ماهی ها شنا کردم. هنگ به نوبه خود با امکانات خود خانه به خانه در افغانستان نور و نوید و امیدواری را باید ایجاد کنیم. با توجه به تنوع قومی، زبانی و فرهنگی در افغانستان، جوانان می توانند به عنوان پل موضوع در ننانی مجلس داره که من پر تیر و دیر خبر نکو. تیر تیر شوی دی، اگه من در پر تاریخ ده، ولو که خود تاریخ نده. تجربه سوسیالیسم با بنبست مواجه میشه، تجربه اصلاحات اسلامی با بنبست مواجه میشه و تجربه دموکراسی با او معنا و مبنای اندیویدوالیزمش که طبیعتاً برای مردم ما متاسفانه ناشناخته بود، همچنان با بنبست مواجه شد. یا سلبیات افسر طول سخمانه نکام چون زما غک موارده، اما تم وقت را کشه ده خود پاره، ده ماشومان پاره، ده ازدکر پاره تا سر خبر رو کن. مننم. In this day, the world witnessed a terrorist group capturing and kidnapping 40 million people. خدای مونگ لر ترا کند همت چه وطن لر مزدر شد خدمت. مادرم گریه میکرد، خیلی بی صدا و آرام. هیچ وقت گریه مادرم را پیش از آن روز دیگه ندیده بودم. مادرم خیلی بی صدا گریه میکرد، میگفت خدایا چقدر ظالم بودی. 7 سال من سوختم، 7 سال از رویایم، از اهدافم دور شدم و امروز نوبت دخترم است. اما کمیسیون افتخار داره که تانسته برای اولین بار در آنتاریو و حتی در کانادا 15 اگست
روز شوم و سیاه یک سکوت از پیش برساختره و یک هجوم سیاه امارتی را تانست که صدایش در 15 اگست در کانادا بلند کنه. My name is Marcel Nourz. I am born in 1991 and I live in the city of Munich. And I represent, and I'm the first Afghan who was elected to represent Afghanistan and Afghan women in the city of Munich in Bavaria. دیار نازنین من وطن 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 خجسته سرزمین من وطن 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 دعا میکنم که خداوند مردم مظلوم سرزمین ما را از چنگ اسارت پیروان ابو جهل خداوند نجات بده. سه شنبه ساعت 9 شب گزارش مکمل این برنامه را تماشا خود کنین و حساب به جرأت میتونم با برنامه‌نگاری از کمیسیون میتونم بگیم که شاید اولین برنامه باشه که در 3 سال گذشته در بیرون از کشور برگزار شد. چون آنچه برنامه های زیادتر که ما شنیدیم توسط بیگانه ها برگزار شده. ولی این بار خدای بزرگ شکرگزار هستیم که توفیق من داد تا هموطنان خود از هر طیف و از هر انجمن و از هر ارگان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی دور هم جمع کنیم و یک راه گفتمان ملی را باز کنیم که بالاخره ما چی میخواهیم. و این ما تبریک میگم به کمیسیون که تانستن امی مسیجی را انتخاب کنن، راه را انتخاب کنن و با وجود بعض انتقادا داشتن یک تعداد پیش از برکتری مفر بعض ها میفتن که معرکت قومیست، بعض ها میفتن که نرین که یک قوم را اینجا عدف قرار گرفتن، اما همه خجل شدن دیدن که پیام کمیسیون پیام انسانی بود، پیام مهر بود، پیام محبت بود، پیام عشق بود، پیام دوستی بود.